یعنی از هنگامی که ما تمدن بزرگ ایلامیان رو داشتیم که 700 بر اساس تقویم آریایی میترایی، ما امسال در سال 7759 آریایی میترایی هستیم. سند برای دوستانی که میخوان تقویم رو داشته باشن، ایران7000.com، ایران7000.com که برید تقویم 7000 ساله دارید. از 7700 سال پیش که ما تمدن ایلامیان رو داشتیم، دسیسه های بسیاری برای نابودی فرهنگ و تمدن ایرانی دست به کار شد. ایلامیان همون ایرانیان هست، همون آریایان هست که این واژه ها در طول تاریخ تغییر یافته به خاطر لهجه های بسیار. از همان موقع وعده داده میشه، تلاش میشه، جنگ ها میشه که ایران رو نابودش کنه. در کتاب عهد عتیق مطلب و مبحثی داره که خدا خواست که این دولت ایرانیان نابود بشه و خواهد شد، و بعد تا به امروز با برنامه، یعنی اینو خوب گوش کنید، این سخن سیاوش اوستا جدید هست، با برنامه از همون 7000 سال پیش بیشتر اینا برنامه ریزی کردن که ما رو نابود کنن تا به امروز. تا 1400 سال پیش اندیشه ها و تفکرهای دیگه بود برای نابودی ایران، چنانچه همه میدونن مثلا تمدن ایلامی که 3200 سال بر جهان حکومت کرده و در عهد عتیق وقتی که ازش یاد میشه میگه بر بیش از 130 کشور حکومت میکرد، این ایلامیان اصلا از تاریخ محو میشه، هیچ مورخی هیچ تاریخدانی در موردش سخن نمیگه. میگفتن بین و نهرین، حکومت بین و نهرین، یا میگفتن حکومت مزوپوتامی میگوین، یا بین میان درود دجله و فرات که سرزمین های اون موقع سوریه، ایران، ترکیه و دیگر بخشایی که الان وجود داره رو این شامل میشه. وقتی که ایلامیان نابود میشن، تاریخ اینا رو هم پاک میکنن از توی تاریخ. ولی اخیراً داده های بسیاری در غرب هست و منتشر شده که از گذشته ما، از تاریخ 7000 ساله ایلامیان صحبت کن. پس اونا با برنامه‌ریزی برای نبرد با ما آمدند. اینها آمدند دیگه، وارد مبحثی کلیش نمیخوام بشم که ریز بر بشمارم برای شما مهربان یاران که چگونه اینها دولت های ما را از بین بردن. و بعد فقط هخامنشیان ما میگیم دولت شاهنشاهی، نه، هخامنشیان که 2700 سال پیش بود، پیش از اون ایلامیان بود. و یادتون نره دیگر بار همین در شوش و در مناطق خوزستان و عراق کنونی، عراق عراق ایرانک بوده، بخشی از خراسان بزرگ بوده که تا کافرستان، نورستان کنونی در افغانستان میرفته، مناطق بزرگی رو در بر میگرفته. متوجه میشین؟ ایران خیلی بزرگ بوده، عرب خیلی کوچک بوده. عرب در شبه جزیره عربی میزیسته است، در مکه و مدینه و همش، ام القرا در قرآن ازش یاد رفت. بعد یه قبایل بودن که مهاجرت میکنن، قبیله یعنی چند صد نفر، که در جاهای دیگه مثل یمن و جاهای دیگه زندگی. امپراتوری هم میشه امپراتوری بزرگ آریایی ایرانی بوده. حتی کعبه کنونی در مکه، چنانچه من در کتاب آیین اوستا 30 سال پیش نوشتم و ثابت کردم، کعبه محمد که یک بتخانه بوده، قبلش فاحشه خونه بوده و به یک مشک شراب قص ابن کلاب جد پنجم محمد اونو میخره و خودش قصه ای داره، توش بتاره نگرد داشتن. اونجا اصلش یک آتشگاه ایرانی بوده با عنوان بیت و زحل، خانه کیوان، شهرستانی و مورخین دیگه یاد کردن. خب کعبه هم که حتی یک آتشگاه ایرانی بود، ایرانی که ترک میکنن اونجا رو، اینا میگن میکنن، فکر کنن طلا جواهر چیز بوده که شب روشن میشده، نه آتشگاه بوده، بعد میکنن بتخونه خودش. تا آمدن اسلام
نبرد و درگیری با فرهنگ و تمدن ایران به گناه دیگه بوده، چنانچه میدونید اشکانیان، مادها، هخامنشیان، اینها همیشه با توطئه های بیگانه که نفوذ میکردن در داخل توأم بود. تا اینکه اسلام، چون پرسش مهربانیاران از اسلام بود، اسلام اصلا پایه وقتی میگیره، شکل میگیره، وقتی درست میشه، در راستای همین زدیت و نابودی فرهنگ و تمدن آریایی ایرانی است. عراق عرض کردم بهتون ایرانک کوچک هست، بغداد واژه پارسی است، نینوا و خیلی شهرهای دیگه ای که اوا اینا که ما داریم اونجا در عراق، همینا واژه‌های و نام‌های پارسی است. به اینها پیش از این تمدن‌های بسیاری را داشتند، از جمله تمدن همین ایلامیانی که عرض کردم اون منطقه. در اون منطقه وقتی که این تمدن ها بوده عزیزان من، جنگ هم بین دو ابرقدرت بزرگ جهان بوده. دو ابرقدرت بزرگ جهان اون موقع ایران بوده و روم، دو تا با هم می جنگیدن و با کلک و توته و نیرنگ هم علیه هم دیگه به کار می بردن. به خاطر همین که در شاهنامه جای دیگه می خونید که همیشه کسی مشکلی داشته می رفته پرنده می شده به روم یا کشورهایی که تحت استعمار روم بوده، بدونید که کشورهایی هم بوده که تحت استعمار روم بوده، کنار ما بودن و چه میکردن و چه میکردن. اسلام شکلگیری اولیش و اصلیش اصلا برای نابودی دوباره ایران هست. روم، شما برای اینکه ببینید واقعا روم نقش بسیار مهمی داشته در ساختن اسلام، اول از خود محمد بایستی شروع کنید. محمد چون کارماندار خدیجه است، سفرهای بسیاری میکنه به خارج، چه به جزیره عربی. ما داریم در تاریخ، خود آخوندان بارها گفتن و میگن که وقتی به شهر بصرا میرسه، به جای دیگه میرسه، کلیسا ازش استقبال میکنه و کلیسا وعده میده که به این جوان خوشگل خوشتیب ناجی میشه، رهبر میشه، چه میشه. اینا هست، اینا هست، خوندیم. جدای از اون، وقتی که شروع میکنه از بعد از 40 سالگی خودش، اون جنبش خودش رو به اصطلاح بت‌پرستی رو میذاره کنار، چون بت‌پرست بوده، دور کعبه چنان که همه گفتن ایشون میچرخیده، بت‌خانه رو ستایش میکرده، و بعد ایشون تلاش های بسیاری میکنه بعد از اینکه با خانم خدیجه که دختر عموشه، ولی یادتون نره هر دوی اینها تبار یهودی دارن، چون محمد از تبار ابراهیم است، از اسماعیل، خدیجه از تبار اسحاق هست از ابراهیم، ولی در اون منطقه بخاطر اینکه با یهودی ها زدیت داشتن، اینا با در قلعه ها زندگی میکردن و خدیجه ثروتش برای که حفظش میگفته من مسیحیم، و اینکه خود عیسی مسیح هم برای نجات و ناجی قوم یهود هست که از میان خود یهود برمیخیزه. خود اونم قصه ای داره که توسط ایرانی ها تحریک میشه، تشویق میشه و امکانات در اختیار عیسی مسیح هم گذاشته میشه که علیه روم کار بکنه و کارم میکنه و پا میشه میگه من ناجی قوم یهود هستم، از بردگی یک اسپارتاکوس خود عیسی، یک موسی هست. اما اینجا شما این داشته باشید که وقتی که محمد پس از اینکه با خدیجه ازدواج میکنه، سفرهای زیادی داشته، تو سفرهاش مذاکرات زیادی با کلیسا و اینور داشته، با تشکیلات، با سازمان، با حزبی که اون موقع در جان حاکم بوده آشنا میشه، آغاز کار تشکیلاتی شناس. نکته ای که سیاوش اوستا مطرح کرده امروز اینجا تاکید میکنم اون اینه، جهان مثل تو نیست خواهرم، برادرم. جهان با نظم، با ترتیب و با تشکیلات پیش میره. شماها، ماها دیپلم رو میگرفتیم یا میگیرید، آدم نمیدونه میخواد چی کاره بشه، میخواد ببینم چه رشته قبول بشن. نه ما میدونیم، نه پدر مادرها، اما خانواده هایی هستند که از کودکی 2-3 سالگی فرزندان خودشون با تشکیلات آموزش میدن. همون هم هستن که در طول تاریخ بر جهان حاکم بودن، حکومت کردن در طول تاریخ. در اسلام این مسئله وجود نداره. حالا این فرانسیس بایستی تحقیق کنه که تشکیلات میاد اسلام را میدارد و این تشکیلات هم پنهان بوده، تا الان هم پنهانه. برای همینه که ایران رو دور نابودتر شده، نقشه شیر بون بزرگی قبول، فیر بون بزرگی های کوچیک 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 شده که در حالا تا چند وقت بوده میشه موش.
چرا؟ چون دشمن ما با تشکیلات با برنامه ریزی کار میکنه، واسه میدونی تشکیلات یعنی چی، واسه میدونی برنامه ریزی یعنی چی. حالا اون موقع هم با برنامه ریزی و با تشکیلات میان میسنجن ببینن الان چه کسی میتونه کاری بکنه علیه ایران روم، و میبینه این محمد هست، چون سفرهای زیادی هم داشته برای کاروان خدیجه، آموزش هایی هم دیده، اینجور وقتی برگزیده میشه روش کار میکنه. ولی یادتون نره بر اساس آیات قرآن میگه ولست انت به مجنون. محمد اول میخواد مجنون بشه، مجنون دیوانه نه، محبور میشه به زبان تازی دیوانه. مجنون یعنی جنگیر. تا به امروز جنگیری یک حالت پزشکی داره، بچه ها در هنگامه بلوغ خودشون دختر یا پسر یک مشکلاتی دارن که میگن جن واردش شده، قدیم هم میگفتن. محمد میخواد جنگیر بشه، جن از بدن مردم در بیاره. در مشاورانش که قرآن کار خودش و مشاورانش هست میگن لستن تا به مجنون. میخواد شاعر بشه، میره بازار عکاظ، بعد خدیجهش میگه تو شاعر نیستی. تا اینکه ایشون 4 مشاور درجه 1 و برجسته از 4 سوی جهان داره، و به برکت این 4 مشاور بزرگش و ثروتی که از خدیجه میبونه و تشویقی که خدیجه میکنه، ایشون میاره پیش نوفل پسر عموش که رهبر مسیحیان بوده، اونم در اصل به هر حال از تبار یهودی هستن همه، میبره اونجا و میگه که این رهبر مسیحیان بکن، نمیکنه، چون اونن خیلی بلند پرواز، خیلی بلند پرواز. خدیجه که میبینی ثروت هنگفت خدیجه برایشون میمونه، با این ثروت میره یک سری بردر رو میخره آزاد میکنه، و بعد 4 مشاور درجه 1 از 4 گوشه جهان داره. یکی بلال هست از حبشه. بلال فکر نکنید یک سیاست سوخته ایه همینجوری، بلال یک جنرال اتیوپیست که اسیر شده، برده شده، مثل همه برده ها محمد اینو میخره. صهیب هست، صهیب ریشش ریشه روم از غربی هست، میشه رفیقش. سلمان هست، از تاریخ و تمدن هزاران ساله پارسی فرار کرده، چون هی توطئه میکرده، هی خیانت میکرده، فرار کرده، میاد اونجا با محمد هم دست میشه. حمزه هست که حمزه عموی پیغمبر به اصطلاح اسلام هست، اما سفیر عرب بوده، یک آدم بوده که جام دیده. محمد با این هسته اولیه مشاوران که میگن اصحاب، حزب خودش رو، تشکیلات خودش رو درست میکنه، و پس از این که یثرب رو راضی میکنه که دو قوم خزرج و دو قوم یهودی در از کلان با هم درگیری میداشتن و عبدالله ابن عبی میخواست شاه بشه، اینا میگن آقا از بیرون میاریم یکی از اسمش محمد، دین ما هم قبول داره، او رو میاریم اینجا میکنیمش شاه. محمد رو دعوت میکنن که بره یثرب، علی رو جای خودش میخواد فرار میکنه، میره یثرب، توی یثرب تشکیلات چه میزنه و اسم اونجا میزنه سیته، شهر مدینه، مدینه نامیست که میگه. از اونجا تشکیلات محمد شروع میشه و قدرت میگیره، و برای که قدرتش قوی بشه، پول بیشتری داشته باشه، سربازه بیشتری داشته باشه، بیش از 60 غزوه انجام میده. غزوه در زبان عرب یعنی راهزنی، حرب در زبان عرب یعنی جنگ. خود محمد هم نمیگه حرب، خود محمد هم میگه غزوات محمد، که بعدش غنیمت داره. غزواتی انجام میده، قلعه های بزرگ یهودی ها رو میگیره، میکشه، همون کاری که بعدن با ماهای ایرونی ها میکنن، مردا رو میکشه، زنا رو اسیر میکنه، با چند تاشون خودش ازدواج میکنه، و چه و چه، یک اقتداری در منطقه به دست میاره، و این اقتداری که در منطقه به دست میاره آماده میکنه سپاهی رو که حمله کنن به ایران، ولی میفته خودشون میمیره. اما در قرآن که اصلی ترین کتاب مسلمان هست، سند محکمی به ما میده که اسلام ساخته و پرداخته روم هست ضد ایران. در قرآن شما سوره روم رو دارید، سوره روم رو دارید، میتونید قرآن اگه دارید تو خونتون باز کنید بخونید. من عربی مثل پارسی زبان رو بلدم، خوب مثل فرانسوی و اینا، ولی برای شما پارسیش رو میکنم، و تازه ترجمه رو میکنم که ترجمه است که همه شاید تو خونه نگم که سیما شهرستا از خودش ترجمه کرد. من ترجمه عبدالحمید آیتی هم براتون میخونم از روی ترجمه سوره روم. میگه الف لام میم، رومیان مغلوب شدند،
در نزدیک این سرزمین، یعنی از دست ایرانی ها شکست خوردن و پس از مغلوب شدن بار دیگر غالب خواهند شد. ببینید میگه شکست خوردن، ولی این میاد میگه که نه اینا دوباره باز غالب میشن، پیروز میشن. حالا فقط این نیست که بگه غیبگویی داره میکنه، نه، ببینید آرزوی خودشه، دل خودشه، رویای خودشه، امید خودشه. میگه در مدت چند سال، میگه در مدت چند سال اینا بعد دوباره پیروز میشن ایرومیا. فرمان فرمان خداست. البته اینجا خدا میگه الله، الله. میدونید که الله رو من گفتم نوشتم در کتاب هام، روش بسیار بحث شده. استاد مسعود انصاری نازنینم به من گفت با یک مقاله تو من یک کتاب نوشتم، کتاب الله اکبر نوشته استاد مسعود انصاری دکتر لوشنگر، بخونید. الله خدا نیست، الله بت بزرگ قریش هست، اله هست که الف و لام بهش اضافه شده، الاله شده الله، یعنی بت بزرگ قریش. خدا در زبان عرب یعنی رب. همینجا محمد اشتباهی بزرگی کرده، میگه الله اکبر، یعنی این بت من، الله یعنی بت من، از بتهای دیگه بزرگتره. وقتی میگه بزرگتره یعنی کوچکتر رو میپذیره. مثل که من میگم یارو علی اکبره، تو خونهشون یک علی اصغرم هست، هر جا که علی اکبر هست حتما اونجا یک علی اصغر هست، یعنی علی بزرگه، علی کوچیکه. ولی محمد باید اینجا میگفت الله کبیرون، نگفته کبیرون، گفته اکبر، یعنی قبول کرده لات و العزا و منات الاخرى و بتهای دیگر رو، که خود این همون جریان آیات شیطانی است که در خود قرآن هست، اینجا بهش نمیخوام بپردازم. خب پس میگه الله فرمان داده که ایران شکست بخوره. در ادامهش چه پیش از پیروزی و چه بعد از آن و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد. مسلمان ها منظورشه و مؤمنین، اونایی که به الله معتقدن دیگه، به هر حال همونایی که اصحاب کتاب هستن، تازیان. میگه اون روز اینا، آخه به تو که تو عربستان کنونی، عربستان سعودی کنونی چه به جزیره نشستی، به تو چه ربطی داره که ایران شکست بخوره که خوشحال میشی؟ پس یک حسابی تو کتاب هست. پس خوشحالی اینها در شبه جزیره عربی از شکست ایران به دست روم که در قرآن اینطور واضح اومده دلیلی داره. میگه بیاری الله، الله هر کس را که بخواهد یاری میکند، زیرا پیروزمند و مهربان است. میگه الله خلاصه خوشحال میشه از این کار که ایرانی شکست بخورن. خدا وعده داده است. ببینید همون وعده که بهتون گفتم تو کتابای سابق دینی صحراگردان داده شده بود که ایلامیان باید نابود بشه. الان ایلامیان نیست، الان یزدگرده، باز اینم باید نابود بشه. و وعده خود خلاف نخواهد کرد. ولی بیشتر مردم نمیدانن. تا به امروز مردم نمیدانن. همه نادان هستن. چی اینا رو میدونه؟ همه پرستنده سادات تازی حاکم بر ایران هستن. تا الان رهبرتون تازی است، سید، رئیس جمهورتون میشه سید تازی. تازی اونم که در رقابتش دارن براتون درست میکنن، در رقابت مشتبه هم الان دارن حسن خمینی رو درست میکنن با سید و سادات، کسانی که چه به سر ملت ایران آوردن. در اینجا یک نکته دیگه بگم پیش از اینکه به پرسش های بعدی بپردازیمون، اینه که محمد جد بزرگی داره که این جد بزرگش دو تا بچه میاره که این دو تا بچه، یعنی عبدمناف دو تا بچه میاره به نام هاشم و ابن شمس. این دو تا وقتی مزایش پیدا میکنن دوغولای هم چسبیدن، اینا رو با شمشیر جدا میکنن، خون وسطشون میاد. مورخین عرب نوشتن، در تاریخ نوشتن که این خونی که بین این دو تا هست تا الان ادامه داره. یعنی الان همه دعوایی که میبینید تو کشور اسلامی هست، تو ایران خود ما هست، دعوای خود قبیله قریش، با هم قبیله قریش، سادات اون یکی با این سادات. همین الان دعوای خاتمی، محمد خاتمی یه سادات با خامنه یه سادات دیگه، همین الان دعوای حسن خمینی شروع میشه، از این بعد خواهید دید با مجتبی خامنه‌ای، این دعوای خود ایناست. در طول تاریخ هم همینطور بوده این سادات. البته یک روایت دیگه هم هست، اون روایت اینه که میگن هاشم، چون بچه های هاشم هم هستن که سیدای ایرونن، میگن سادات بوده. بچه های عبد شمس رو، ابن اون برده شمس رو میگن، چون یک بچه ای رو خوشگل بود، اهل روم بود، بهش داده بودن و اون بچه شد، چون بچه نمی آورد عبد شمس و اون اهل روم بود،
اون امیه است، بنی امیه رو میسازه، بنی امیه. برای همه این درگیر بین اینا هست، بنی امیه با بنی عباس، عباسیان اونا رو سرنگون میکنن به برکت البته ابو مسلم خراسانی و غیره و غیره. این خونی که در میان اونا پس از اسلام هم واقع میشه، خونش از من و توی ایرانی داده شده است و میدم، و من ابله نادان، منی که واقعا تا به امروز نادان و ابله هستم، از هیتلر خودمون قدردانی و ستایش میکنیم و نام فرزندانمون رو میذاریم کسایی که خودشون گفتن، من نمیگم، جویبار خون در ایران راه انداختن، تمام مردهای شهرها رو کشتن، به زنا تجاوز کردن، بردن تو حرمسراشون که نسل رو پاک کنن و عرب کنن. سخن بسیار هست مهربان یاران، ولی میدونم پرسش ها چون بسیار هست به پرسش بعدی شما میپردازم. بله مهربان یاران، میدونید تأثیر متقابل داشته این دوتا تفکر و اندیشه، اما شوربختانه هر چه ما گرفتیم و هر کار کردیم تا این 1400 سال منفی بوده. چرا؟ چون ما از روز نخست یادتون نره ما چیز مثبتی از اسلام نگرفتیم. یکی از این قاطع به شما سیاوش اوستا میگه همه دروغهای تاریخی رو که به شما گفتن میگن بریزید در زباله‌دان تاریخ، ما هیچ چیز از اسلام نگرفتیم، چون همه چیز داشتیم و همه چیز خودمون از دست دادیم. ما ملت ما تمدنی بودیم از 6000 سال پیش از اینکه محمد بیاد. ما در 5500 سال قبل از اینکه محمد بیاد جراحی مغز انجام میدادیم. اینا رو من در کتابهای خودم نوشتم، عکس سند همه هست، میتونید برید ببینید در avesta.fr کتاب ها رو میرید با سند میبینید، و اینکه تمام جهان این رو گفته و نوشته در همون تقویم 7000 سال هم که برید ببینید اینا هست. ما 5500 سال پیش از اسلام چه میکردیم؟ جراحی مغز انجام میدادیم، چشم مصنوعی میساختیم، شراب در 7000 سال پیش میساختیم، شراب اندکش درمان هست، گروه موسیقی داشتیم، چه داشتیم. پس اسلام به ما هیچ نداده، هیچ به ما اسلام نداده. دوم از همه مهمتر میگه به ای ذنب قتلت، میگه به چه گناهی دختران خود رو میکشتید؟ مرد حسابی قاطع همینطور بگید، بیاموزید و از این پس همینطور بگید در همه جا، با طنز بایستی گفت، بایستی بگید، بگید مرد حسابی ما کجا بچه دخترهای خودمون رو زنده گوگل میکرد؟ اگه خود شما عربا میکردین دخترتون به دنیا میومد میکشتید، زنده به گورش میکردید. ما که همون موقعی که اسلام متولد میشه، در همون موقع سالهایی که محمد زایش پیدا میکنه، ما چند بانو داریم در ایران مثل ایران دخت و پوران دخت که پادشاه هم در ایران. حالا از اون گذشته اینه که یهودی ها گرفتن که یهودیت از مادر از زمان اسحاق اینو گرفتن، چون قبلش اینطور نبود. وقتی رقابت بین اسحاق و اسماعیل به وجود اومد، برای که این تازیا رو بگن که دیگه یهودی نیستن، گفتن از مادر، چون اون مادرش سارا بود، مادر اون اسماعیلی ها هاجر بود، مصری بود. اما اینها همین هم از ما گرفتن که زن سالاری بوده در ایران از هزار، از همون زمان ایلامیان. ایرج اسکندری کتابی داره در تاریکی هزارها، بخونید کتاب رو. برای نخستین بار 30 سال پیش ما در پاریس چاپ کردیم، از خود استاد ایرج اسکندری گرفتیم، بعد از اون در ایران بارها تجدید چاپ شده. زن سالاری ما داشتیم 6000 سال پیش از این که اسلام بیاد. پس ما از اسلام هیچ چی که نگرفتیم، همه چیزی به ما بدی داده. هر چی بدی الان شما می‌بینی، زنا رو می‌کشن، دخترا رو می‌کشن، ارث نمی‌بره، چه نمی‌بره، تمام این نابرابری‌هایی که در جامعه ما الان موجود هست، همش از اسلامه. اما ما از همون روزهای نخست شوربختان نیاکان ما، چون با یک گروه بسیار خشن و وحشی دیگر منم نمیگم. ببینید پیش از این من برای شما یه فیلم از آیت الله مرتضی جزائری فرستادم، اما بالا توی همین صفحه دروغها و خرافات اسلام هست. یک آیت الله که خودش هم سید هست، آیت الله هم هست، پدرش هم سید بوده، آیت الله صدرالدین، ولی انسان بود، انسان بود، مثل آیت الله برقعی انسان بود، مثل کمال حیدری انسان در اومد. کمال حیدری آخوند آیت الله سالها اومد توی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی تبلیغ اسلام رو کرد، ولی از چند سال پیش لگد صد به همه اینا.
حالا آیت الله جزری رو بالا دارید، میگه آقا اینا نه غذا دارن نه خوراک دارن، هیچ چرچ دارن از ما گرفتن. بعد میگه اینا انقدر وحشی بودن، دخترها رو چه میکردن، مردان رو همه رو میکشتن، چه برین حرفاشو. اون دیگه یک آیت اللهی داره میگه. و بعد در تاریخ طبری که معتبرترین تاریخ، اینها شرح داده شده و ابن خلدون شرح داده که اینا آقا مردم رو همه رو میکشتن، مردها رو، همه مردای شهر رو، حتی بچه ها پسر بودن میکشتن، به زنها تجاوز میکردن که نسل رو عوض کنن. برای همینه که الان شما بدبختی ما داریم، عدسی سید در میری تو خامنه ای، به دست سید دیگه میفتی، خمینی حسن خمینی عدسی در میری، به دست خاتمی میفتی، ول کنیم. و ما هم بیشعور، ما شعور مبارزه و نبرد نداریم. دشمن من اومده قتل عام کرده، نیاکان ما رو از بین برده، فرهنگ و تمدن ما رو از بین برده، ما هنوز پشت سر اینا نماز میخونیم، دلا میشیم. اما اینو گوش کنید، نیاکان ما که با چنین خشونتی که دیدن قتل عامه، کشتاره، حالا اونو که پول داشتن جزیه میدادن، جزیه میدادن، دیدن آقا کشتاره، اومدن به ظاهر مسلمان شدن. بعد بله نیاکان ما برای که کشته دادن و بچه یه عده که پولدار بودن رفتن هم سیدی رو خریدن، گفتن آقا ما سیاداتی میخریم ازت، چند آخوند، آخوند سیادات بود 10,000 دلار 50,000 دلار، اون موقع که دلار نبود، میگم که بهتر یاد بگیرید و اینا رو پخش کنید تو جامعه ایران. سیادات خریدن یک سری از این سیدا مثل شهبانو ما یه برنامه داریم یک ساعت برید، طباطبایی ها و دیباها، دیباچی یعنی ابریشمکارها، اصلا ایرانی بودن، خریدن سیادتو، سیادت رو خریدن. خود شهبانو هم شاید ندونه، ولی من به ایشون عرض کردم از این بس میدونن. و برای همینی که همین دیروز هم که رفتن سر خاک فرزندشون 18 سال پیش هم که تشریف بردن، خواهش کردم سپید بپوشید و ایشون سپید پوشیدن. و الاخر به هر حال من به همه سیدام که ما رو گوش میکنن میخوام بگم، شما یا سیادتتون رو خریدن یا مگه نخریدن واقعا عرب بودید اومدید اینجا، الان که 1400 سال گذشته که شما ایرانی هستید، مثل که میرین تو آمریکا امریکایی میشین، قسم میخورید که به ارتش امریکا هم خدمت کنید، ایرانی شدید، به ایرانی. خب اون موقع سیادت رو یا خریدن یا جزیه رو میدادن. بعد جزیه رو که میدادن دیدن آقا جزیه هم کار سختی، بعض وقتا کرونا میاد مشکلات اقتصادی پیش میاد، اینا ندارن جزیه رو بدن، چیکار میکردن؟ میمدن دختر اینا رو میبردن، دختر اینا رو میبردن تو خونه، گفتن جزیه است دیگه. بعد در همین اومدن یک اسلام ایرانی درست کردن. در رابطه با همین جزیه مزیه ما یک فیلمی امروز در برنامه خودمون که از پارس پخش میشه هر هفته پخش کردیم، که آقای رضا رویگری جوش ارجمند بازی میکرد، آقای داوود میرباقری فیلمو ساخته. این فیلم 2 ساعته ولی 3 دقیقهش به شما درس ایرانی رو میده. 3 دقیقه داوود میرباقری مجبور شده 2 ساعت چرت و پرت بسازه برای 3 دقیقه پیام. تو اون گفته میشه که خرم دینان که دارن انتقام خونه بابک رو میگیرن، به یارو میگه، به یارو میگه که تو چی میگی مرد حسابی؟ تو عرب تو میهن من چه میکنی؟ میگه عروس خود من رو اومدی از هجده بردی به جرم این که ما جزیه ندادیم. میگه من ایرانی در قارها باید زندگی کنم، تو در کاخها. این فیلم ساختن مسافر ری، رو اینترنت مجانی برید ببینید. خب اینا در برابر این ستم هایی که ما میکردن، قتل عام مثل داعش که میکشت، آقا قتل عام یه سر میبریدن، او همین الان میبرن. هم آخرین قلعه و شهر بزرگ آریای ایرانی زرتشتی اسمش گذاشته بودن کافرستان، 120 سال پیش تو افغانستان بود کافرستان. رفتن همه مردم رو، عبدالرحمن افغان رفت همه مردم رو کش، زنها رو به اسارت گرفت. 120 سال پیش، تا 120 سال پیش من مقاومت میکردم، اسم کافرستان رو گذاشت نورستان. کالاشستان بودید سرزمین در افغانستان، از سرزمین آریایی خراسان بزرگ. 125 سال پیش امیر عبدالرحمن حمله میکنه به این شهر و این شهر رو، این پوزش میکنم، این استان رو، استان بزرگیست که همه زرتشتی بودن، 125 سال پیش مردها رو میکشه، زنها رو نگه میداره. حالا این چطوری بود که تا 125 سال پیش 1300 سالی شهر مقاومت کرده بود؟ چون هر کی باهش جنگید شکست خورد، هر کی باهش جنگید، اسکندر شکست خورد، تیمور از یه استان کوچولوی ایرانی به نام کالاشستان الان در افغانستان است به نام لورستان شکست خورد، محمود غزنوی شکست خورد. ولی
ولی چنگیز تنها کسی بود که با اینا معامله کرد. خب بزنین ما رد چیم، با این کار نداریم، چون میترسید از اینا. اینا دلاورانی بودن که تا یک همین 125 سال پیش آخرین مقاومت ایرانیان آریاییان به شکست منتهی شد و ایشون کافر میگفتن، چون اینا زرتشتی بودن، بهشون گفتن کافر، کافر اسم عربای مسلمان گذاشته بودن و اون گذاشت اسم اونجا لورستان سازن که همین تشیع خودش. میدونین چی بوده بچه ها؟ خوب گوش کنید عزیزان من، سخن تازه و جدید و بشنوید، آویزه گوش کنید، هر که ایران رو دوست داری رو بشنوید. خود این تشیع چه صفویش باشه چه امام زمانیش باشه، که اون یارو خودش حسن بصری گفت آقا امام کاغذ آورد که مهدی مرد رفت، اینا اومدن سوشیانت ایرانی رو و موشه یهودی رو به عنوان مهدی امام زمان گرفتن تا الان دکون وا کردن، خود اینها شدن جاسوس و ضد اطلاعات تو سرزمین خود ما، ترتیب ما رو میدن. شما ببینید در طول تاریخ هر کس قیام کرده همین سادات یا اموی یا عباسی یا علوی زدن کشتنش. الان بدتر از همین علویان یعنی سادات علوی در ایران جاسوسایی هستن که هر کی میاد برای آزادی ایران میخواد یه گام برداره، مثل بابک خرم دینان سرشو میبرن، آخرش سرشو میبرن. و همین فیلم مسافر ری رو که میر باقری ساخته شما ببینید، با عینک خرد بهش نگاه کنید، نه با عینک آخوندای ایران، چون برای که آخوندا رو خر کنه مجبور بوده داوود میر باقری یک چیزایی درست کنه، مثل مختارنامه که ساخت، مثل امام علی که ساخت. وقتی اینا رو ساخت برای که آخوندا رو خر کنه 50 ساعت چرت و پرتای اونا رو میگه، ولی تو 50 ساعت 5 دقیقه حرفایی که شما باید بگیرید آموزش میشه برای شما که ببینید در ایران چه جنایت های اینا کردن، چه خون هایی نریختند و ریختن تا به امروز، تا به همین امروز چقدر آدمای ما رو اعدام کردن، تیرباران کردن، با کارت تکه تکه کردن. بعدم ضد جاسوسیشون هم خیلی خوبه، ضد تبلیغاتشون، آدمای ما رو، ایران پرستای ما رو میکشن، بعد میرن تو پروندهشون میگذن یک نقطه ضعف، یک نقطه پیدا میکنن، اون نقطه رو میارن بزرگ میکنن تا تو قهرمان نداشته باشی، تا تو متنفر بشی از قهرمانان خودت. ما قهرمان الان نداریم، هر قهرمانی که داشتیم و داریم و خواهیم داشت، اینا میان میگن آقا این سیاوش اوستا رو میبینی؟ این سیاوش اوستا 20 سال پیش پیرتر از الان بود قیافش، چرا جوانتر شده؟ چیه جریان؟ این میشه نقطه ضعف بعدی و اینو بزرگش میکنن یا یه چیز دیگه. حالا دیگه عقل رو نمیره به کار مندازه که آقا موقع بنده ریشی داشتم زدم، حالا ریشمو دیگه بیریش. آقا تاریخ من همینه، نخبه کشی، قهرمان کشی و گریز دادن مغزها از میهن. اگه نتونن بکشن، اگه نتونن نابود کنن، از میهن باید همه مغزها فرار کنن، مشتی اراذل و اوباش و الدنگ بیشور تو مملکت حاکم باشن. وقتی بیشور حاکمه خود به خود ایران نابود میشه، هیچ عظمت، هیچ شوکتی نمیمونه، روز به روزم. پس ما از اسلام هیچ نگرفتیم، تاریخی که اسلام داره از ماست، خطی که داره از ماست، گرامری که داره سیبوی نوشته، همه اون عمل ماست. بدبختی فقط شاهنامه رو فردوسی میاد به پارسی میگه. حتی پور سیناها تفلی ها مجبور بودن اونجا به زبان عربی بنویسن، چون زبان رسمی عربی بوده، اگه فارسی مینوشتن کسی نمیتونسته بخونه. مثل کردهای ما، مثل اقلیت های دیگه در جاهای دیگه، کشورهای دیگه که زمانشون، مثل بربرهای شمال آفریقا، الان بنده خدای تو بربری بینسی که نمیفهمه ایرون. بله مشخصا این قرابت و شباهت حکومت اسلامی امروز 100% کپی شده اسلام نخستین محمد ابن عبدالله و خلفای راشدینش هست. اونها زدیت داشتن، در ابتدا گفتم بهتون آیه سوره روم رو خوندم براتون و غیره، با فرهنگ و تمدن پادشاهی و امپراتوری های بزرگ، فرمان روی آریای ایرانی و دانش و علمی که ما در اوستا در مورد پزشکی اصلا مبحث داریم صحبت میشه. من در آیین اوستا شرط دادم 3 نوع پزشکی ما داشتیم. اون چه می‌دونم پزشکن چی؟ توف مینداخت، با توفش زخمای مردم پاس خوب بکنه. خب این ضدیتی که با فرهنگ و تمدن و اندیشه و اقتدار و فرمانروایی ایرانی آریایی در هنگامی یه زایش حزب سیاسی حزب الله، قرآن خودش اسلام رو میگه حزب، حزب الله. من یکی از کتابا من به فرانسوی هست که اسلام دین نیست، یک حزب سیاسی است، خودش داره میگه، یک دکان سیاسی است برای نابودی فرهنگ و تمدن ایران، میگه فان حزب الله
هم الغالبون، یعنی اسلام رو حزب میدونه. برای نابودی ایران هم فقط اومده، فقط ایرانی ایران نابودی ایران. خب حالا این رو شما دقیقا در تمامی فرهنگ ها و تمدن هایی که حاکم شده بر ایران و شیعه بوده میبینید. صفویه ببینید چقدر قتل عام کرد، چقدر آدم ها رو به جرم سنی بودن و به جرم اون و این همه ایرانی بودن قتل عام کرد. همین خمینی وقتی که اومد چقدر آدم ها رو کشت، از بچه 12-13 ساله رو کشت. شما برو تا آدم های دیگه. الان که ما در خرداد ماه هستیم، خرداد ماه سال 60 که شروع کرد به قتل عام مردم، بچه ها رو به جرم داشتن دوریالی در جیب اعدام کردن. خرد ببخشید، این تعداد بسیار زیاد. بچه ها رو سال 1360، یعنی 40 سال پیش، 60 تازی، بچه های ما رو، فرزندان دلیر ایرانی آریایی رو به جرم داشتن نمک و فلفل در جیب اعدام کردن بدون اینکه اسمشون رو بدونن. گفتن این بچه تیمی بود، این خانه تیمی، این دوزاری رو زنگ میزده به خونه های تیمی، نمک فلفل تو جیبش بوده که بریزه تو چشم ما. بعد اون ابله های نادان بیمار روانی که گربه میکشت رو گذاشتنش قاتل خلخالی، خلعتبری که انرژی اتمی رو آورده میگیره اعدام میکنه. خب وحشیگری اینها، یعنی دقیقا قتل و کشتار اونها رو اینها کردن. شما در نظر بگیرین سال 60 تا 68 تا 70 بیش از 120 هزار نفر از بهترین جوانان ما کشته شدن، از بهترین فرماندهان، خلبانها، تکاوران، ارتشیان ما کشته شدن. کسانی که براشون چقدر پول محمد رضا شاه خرج کرده بود اینها رو کشتن، کسانی که گنجینه میهن بودن از بین بودن. هویدا سالها حکومت کرد، کبریت قیمتش فرق نکرد، خودکار بیچ قیمتش فرق نکرد. اینها ثانیه‌ای دارن چه میکنن؟ هویدا رو یهو میبرن جلو جوخه و اعدام میکنن. اصلا تو را یارون هادی قفاری دیوانه با گله میزنه. بعد جالب، قاتل هادی قفاری مشخصا که الان زنده است میاد تو خیابون را میره، تو تلویزیون صحبت میکنه، باش حرف میزنن، سوال پرسش، هیچ اولاق و میهن پرستی، هیچ بابک خرمدینی، هیچ سرباز آریایی رو پیدا نمیشه برو امامر بگیره ببنده بکشتش مثل حیوان بر روی زمین. و بعد ما تا الان ما مست و معتاد و خمار این اسلامی هستیم که ما رو نابود کرده. و از همه مهمتر، الان نشانه و فره اهورای ایرانی ما رضا شاه بزرگ است، فرزندش محمد رضا شاه است. این دوتا که ایران رو از شپش، قحطی و خوشسالی و کشتار میلیون ها ایرانی، میدونید که کشتار شنیدید دیگه، اون نمیخواد اینجا بگم، نجات دادن. و بعد خود این سادات تازیه حاکم میدونن اینها چه خدماتی کردن، اما چون تاریخن ساداتن، سیدن، تاریخن ضد ایران هستن، هر که به ایران خدمت کرده رو باید نابود کنن. باید یه نقطه ضعف پیدا کنن که رضا شاه پیش از این که شاه بشه با انگلیس ها صحبت کرد. خب مگه تو میتونی نکنی؟ انگلیس تو ایران حاضره، ایران مستعمره انگلیسه، متفقین تو ایران وارد میشن، محمد رضا شاه شاه میشه، باید با اونو مذاکره کنه. ولی تا قدرت میگیره ترتیب همه اونا رو میده. این اونا از تو بهتر میدونن این سادات تازی، ولی همونی که رفیق توی، همسایه توی، اون داره تشکیلاتی انجام میده کارشو. چرا؟ چون سید عربه. ما سیدای ایرانی رو بهشون گفتم، اونایی که سید ایرانی هستن سیادت و نیاکانشون خریدن، برمیدارن سیدی رو میذارن کنار از اسمشون و ایرانی به ایرانی میاندیشه و افتخار میکنه. سیدهایی که عرب بودن الان در چندین نسل در ایران زندگی کردن، در قدرت نیستن، سیادت رو میذارن کنار، با مردم زندگی میکنن. و ما هیچ مخالفت و ضدیتی با سید و یا عرب نداریم، ولی با تمامی اون کسانی که در قتل عام مردم ما از 1400 سال پیش تا به امروز دست داشتن و همین الان دست دارن، ما باشون درگیریم. این آقایی که الان آقای اعدام نام گرفته میخواد فردا بشه رئیس جمهور. خود آقای خامنه‌ای چقدر آدم کشته تا حالا؟ خود خمینی چقدر آدم کشت؟ خمینی صحبتاشو گوش کنین، میگه اگه رأی ندید زنت بهت حرومه. خمینی میگه آقا ما بنزین کافی نکشتیم، من معذرت میخوام بنزین کافی نکشتیم. وقتی توی ابله فراموش میکنی میای تبلیغ حسن خمینی رو میکنی، که حسن خمینی گفت دموکراسی، ما دموکراسی پدر سوخته تو
در سال 72 میلیارد پول میگیری چه گاهی میخوری تو مملکت؟ در مسافر ری داوود میرباقری از زبان کیان رویگری، رضا رویگری میگه من در قارها میخوابم و فراری تو در کاخهای ما داری زندگی میکنی. تو دختران ما دم هجله بودن، دم عروسی بودن، از هجله و عروسیشون دزدیدی به عنوان جزیه بردی، از آن خودت کردی، چی داره همین الان مگه میکار نمیکنن؟ خمینی داره میگه که زنت بهت حرام میشه اگر رأی ندی. مردم تا کی تازی پرست؟ تا کی سید پرست؟ سید تو خونته، کنار گوشته. اگر ایرانی نیست، اگر ایرانی نمیاندیشه، اگر داره سیادت میکنه به زبونهای مختلف، آقا منبعش کیه؟ این تاریخش از کجاست؟ آقا او یارو دیگه اومده اینو گفته، اون تاریخ اینو گفته. پیش از این که به اینها شما بخوان توی اینجا پاسخ بدید، بچه ها عزیزان من گوش کنید، پیش از این که بخوان به اینها پاسخ بدین، بهش بگید میدونم تو سیدی. رضا شاه آمد سیدی رو دکونش بست، گفت اینا اجازه ندارن خمس بگیرن 20% درآمد مردم رو، گفت اجازه ندارن لباس سیدی تنشون کنن تبعیض نژادی در جامعه بیافرینند. خب مخالفن، بابای بنی صدرشون گرفته سید آیت الله بوده تا خود همه اینا همشون آخوند آیت الله، همشون همه اونایی که اومدن به پادشاه کاغذ دادن که بخون من توبه کردم، آقای نصر سید الان که از رهبر بزرگ اسلامه، آقای قطبی سیده، فرزند قطب الدین گیلانی است، ایران رو نابود کردن سیدها کردن، چون تشکیلاتی عمل میکردن، چون با تشکیلات، من و تو تشکیلات نداریم، الان هم خر میشیم. بعدم من دیدم این صفحه دروغ و خرافات رو دیدم، میان شما رو میزن سر کار، وقتی که میاد یارو حزب اللهیه، یارو سیده، یارو تازیه، با زمان فارسی 50 مطلب مینویسه سر هیچ، بعد تا 5 دقیقه میگذره 400 پیام اومده، اونا رو حتی خودش هم نخونده، برای اینه که شما چون کارتون درسته بچه ها، کار شما رو از بین برن، هیچ کس نمیخونه اونا رو. وقتی که شما میاین در عرض، من شمردم در عرض 10 دقیقه 400 پیک اومده بود، کی میاد 400 تا رو بخونه؟ مثل ما وقتی کار تلویزیون میکنیم، اگه بگیم برنامه زنده است تلفن کنیم، یارو میاد یک زنگ میزنه که ما رو ببره تو حاشیه، از این بعد حاشیه رو من اسمش میذارم توی باقلی ها ببره، بعد ما رو گممون بکنه از هدفمون. من بسیار سپاسگزار مهر ادمین عزیز هستم به این خاطر که گفت ما پرسش ها رو می‌نویسیم، شما پاسخ میدی صوتی، به خاطر اینکه نمیخوام مردم بیان، مردم کلمه، چون اینا میان ما رو میبرن به حاشیه. ما آقا هر روز دارن میبرن به حاشیه، بچه‌ها هر روز تو حاشیه هستیم، هر روز یک سری مزدورهایی که لشکر سایبری تازیان، سادات تازی هستن، ما با ساداتی که عرب باشن یا کشورهای عربی یا سید باشن بر علیه ملت ایران کاری نکنن، هیچ کاری نداریم، چاکرشون هستیم. من دستشون هم میبوسم، دست سیدی که به ایرانی ستم نمی کنه رو من میبوسم، مثل آیت الله جزائری، گوش کنید صحبتاشو، مثل کمال حیدری، مثل آقای برقعی و دیگران. ما عربی که در ایران زندگی میکنه، خونه خودشه، خانوادهش اونجا هستن، سرزمین خودشه، به ایرانی ستم نمی کنه، ایرانی رو قتل عام نمی کنه، ایرانی رو به جرم ارتداد، الحاد، مهدور الدم نمیدونه، نمیکشه، چاکرش هم هستیم. اما با سادات تازی که میکشن با کات، با چاقو، با زبان نابود میکنن، 14 قرن کردن، بچه ها با افتخار بگید با سادات تازی در نبرد. کاملا دشمن اسلام با ایران، یعنی مبانی نظری جمهوری اسلامی که اصلا علمی که نیست، هیچی از اسلام علم نداره توش. اگر شما در قرآن حتی واژه هایی رو میبینید، از سوره هایی رو میبینید که خیلی خوبه، مثل قصار و صور، سوره کوچک آخر قرآن رو اگر میبینید خیلی قشنگه، همش شعر، اونها خسروانی های آریایی ایرانی زرتشتی است که سلمان پارسی به عربی ترجمه کرده به محمد داده. از شمس و کورت و از نجوم این کدرت و از الوحوش و حشرت و از المعودت و سئلت. این شعر خسروانی هاست که مال ایرانی هست.
دلیلش همینی که من براتون خوندم، یکیشه البته در قرآن سوردی به سبک پارسی و در کتاب دینداری و خردگرایی سیاوش اوستا اینا رو شرح داده. ببینید میگه از شمس و کوورت. سلمان پارسی چون پارسی به هر حال چی باشه واژه پارسی استفاده میکنه وقتی نمیتونه عربی استفاده کنه. کوورت یعنی کور شدن، از واژه پارسی کور گرفته شده. ولی کور در زبان عرب میشه اعما. اینجا اگه میخواست بگه از شمس و اعما اصلا جور در نمیومد، قشنگ بشه باید بگه از شمس و کوورت و از نجوم گدرت. واژه ها پارسیه. پس اگر در اسلام شما یه چیزی میبینید خوبه در قرآن، مثلا ما همه قرآن رو نفی نمی کنیم، قصار و صور همش زیباست، بخواد این که قصار و صور خسروانی های آریایی است که پلید سلمان پارسی ترجمه کرده به عربی داده به محمد. بعد در همین قرآن سوریدی به سبک پارسی که من نوشتم اونجا نوشتیم که در از یهودیت محمد چیز یاد گرفته، واژه یهودی توشه، واژه های آرامی توشه، واژه چه، یعنی موارد علمی اگه باشه که با علم بخوره مال کسی دیگه است که گرفته، مال خودش نیست. خود محمد اشتباهات فاحشی در قرآن داره، مثلا میگه هامان و جنود و هما. هامان رو از فرعون داره صحبت میکنه و میگه این هامان نخست وزیر فرعونه، با یکی اشتباه میکنه. هامان نخست وزیر شاه ایرانه که این پوریم هم از یهودی دارن، این اصلا ربطی به مصر نداره ولی نمیدونسته. میگه انظر اذا شمس ان الارض الارض کیف سطحت، میگه ببین زمین چی صاف آفریدیم، چون صاف میبینید صحرا رو فکر میگه اونجا هم صافه. خیلی چیزای غیر علمی داری. حالا پس این تا اینجا. بعد شما در نظر داشته باشید که ایران همش علم و دانش بوده، یعنی اگر یه چیزی داره اسلام که به درد بخوره مثل تاریخ، تاریخ رو ایرانی ها براش درست کردن، گفتن روزی که محمد فرار کرد از مکه رفت به مدینه تاریخ باشه، تاریخ رو داشتن. گرامر اگه تو زبان عرب هست ابن سیوه ایرانی نوشته، علم نداره ایران. من نمیگم بچه ها، بچه مسلمان های عزیز، من نمیگم، آیت الله جزایری میگه، 20 دقیقه صحبتش هست تو اینترنت بزنید گوش کنید، آیت الله سید عبا امامه ریش، بعد آیت الله کمال حیدری دارید، الان زنده است، 10 سال اومد تو تلویزیون جمهوری اسلامی تبلیغ اسلام رو کرد، الان برگشته به خط اهورایی و خط اوستایی، راه روش داره، میگه که همه اینا چرت، اینا علم و دانش و چیزی نداشتن بچه ها اینا. نه، ایران همه چیز داشته، دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. و وقتی هم که می اومدن به دربار فرمان روای آریای ایرانی، ایرانی نمی رفت به جنگ قتل عام کنه، سر به بره فلان کنیز بگیره، برده بگیره، یه دونه برده ما نگرفتیم، برده داری در فرهنگ ایران نبوده. خود اونها می اومدن تخت جمشید رو نگاه کنید، با هدایا می اومدن، مثل که الان مردم ایران آمریکا می اومدن، آمریکای ایران می گفتن ما چاکر تیم هوای ما رو داشته باش، ایران از اونها پشتیبانی میکرد. اما ایرانی باعث از فرهنگ و تمدن خودش پیروی بکنه. ما الان بدبختیم بچه ها، بچه ها بدبختیم، نذاریم بیان این چرت و پرتا روزا بگن 1000 تا 2000 تا و پیام بذارن هر کسی اونجا یه چیزی. اینایی که من دارم به شما میگم رو اینا رو باید بید. یک، پارسی، زبان ما پارسیه، چرا به تازیان اجازه بدیم سادات تازی تا همین الان بیان بگن زبان فارسی، آخه فارسیه، فارس تهرانه، اجازه ندید. خلیج فارس نداریم، خلیج پارس داریم. عرب ها چون 4 تا حرف نداشتن و چون زبان محمد میگرفت، محمد خیلی از واژه ها رو عوض میکرد. ابریق تو قرآن هست، آبریز ایرانیست و خیلی چیزه، من اینا رو شرح دادم، لیستش رو تو کتاب قرآن سوری به سبک پارسی. پارسی بایستی سخن بگید، پارسی بایستی اندیشه کنی، اندیشه باید پارسی باشه. بیان چرت و پرت قرآن و اینا صبح تا شب ساعت بنگ کنن رو یک آیه، اصلا بگو من اینها رو نمیشناسم به رسمیت، سرمون رو بند من که میبینین سیاوش اوستا 64 سالم، امسال 50مین سال فعالیت و تلاش منه، 50 سالی من دارم برای این اندیشه و تفکر تلاش میکنم. ما اول که رادیکال شروع نکردیم، که ما اول تو ایران اومدیم نشتیم پیشتاز مبارزات خلق، یعنی میشه که دیدیم نه آقا نشم اسلام من های روحانیت، از یکی دیگه از کتابای من که گفتم از این اسلام رو از روحانیت بگیریم. خمینی خودش اومد به من حمله کرد، گفت چطور ما بیام حمله کنیم اسلام من های روحانیت، اسلام رو
روحانیت بگیریم هیچیش نمونه. بعد ما دیدیم ما چاره نداریم، بعد هم حرف خودمون رو بزنیم. ما نمیتونیم مثل 4400 سالی تقیه کنیم بیان بگیم شیعه شیعه‌گری رو بگیم شیعه‌گری نوعی از زرتشتی و فلان و ایناست، دوازده امام امشاسپنداز تمام شد، تقیه زرتشتیان در ایران تمام شد. بایستیم برای همین ما میگیم نوین زرتشتیان، ما میگیم همبستگی فرهنگ جهانی اوستا. ما دیگه نمیخوایم وارد این مسائل بشیم، بگیم آقا ما الله اکبر میگه، اشهد ان محمد رسول الله میگه، ما نمیگیم اشهد ان علی ولی الله، یعنی رئیس جمهور علی، چون دو تا دو بار جنگیده و عربا رو زده کشته. نه آقا تمام شد، تقیه دیگه نمیکنیم با این عصر جدید. خب پارسی سخن بگیم، پارسی اندیشه کنیم، فرهنگ پارسی رو به بچهای خودمون آموزش بدیم، نامهای پارسی رو استفاده کنیم. چرا تو میای میگی 2500 سال خود پادشاه این تاریخ رو پس گرفت؟ پادشاه وقتی فهمید این تاریخ جعلیه، شاهنشاهی ایرانی 7000 سال 8000 سال قدمت داره، اومد پس گرفت. ایرانیان بیش از 7000 سال فرمانروایی چه کردن؟ و بعد اندیشه و تفکر شهریگری که مال میتراست، میترا که الان دنیا رو گرفته، 7700 ایم ما، در سال 7759 آریایی میترایی هستیم. چرا بیایم تاریخ فرار یک تازی رو از یه ده به ده دیگه؟ آقا 1400 تازی بیچاره بدبخت، 1400 که 43 سال پیش بود، چون خود عرب الان در سال 1443 هستن، درست در سال 1400 اینا بود که اقتدار شاهنشاهی ایران رو از بین بردن. بازم ما ابراهیمی رو نمیفهمیم. 1400 که من در آوردم یه شرح دادیم ما در همون تقویم. این تاریخ 1400 قمری هجری میگن در برابر قمری است، میگن هجری شمسی است. این رو یک نجم الدین زمان قاجار ابداع کرد، اصلا ریشه نداره، میگن به عمر خیام دروغه. تاریخ ماست که 7750 هستیم که تاریخ خیام هست، تاریخ آریایی میتراییست. بعد تاریخ آریایی خودت استفاده کن و یادتون نره بچه ها. اینو خوب گوش کنید، ما اگر میخوایم فردای درخشان داشته باشیم بایستی از دیگر مکتب ها و اندیشه ها درس بگیریم، مثل اونا عمل کنیم تا موفق بشیم. شما یک زرتشتی ابله پیدا نمی کنید، غیر از اونایی که به خاطر مصلحتشون کار میکنن، اونا کار نداره. ما شما این زرتشتی هر جای دنیا باشه ترقی کرده، رشد کرده، گدا نیست بیادم که تاروزی با 2000 بده. تو این پاریس گداهای فرعون داریم، همه مسلمونن، نه 2000 میخواد. شما یک زرتشتی گدا نمیبینی و با شغل کوتاه و اندک و پایین، یک بهایی گدا نمیبینی. بهایی همه با افتخار دارن در دنیا زندگی میکنن، زمان محمد شاه میکردن. ارمنی های ما، ارمنی ها همون مسیحی که ایران ارمنی هستن بیشترشون، یک ارمنی نامرد نمیبینی، دروغگو نمیبینی، دغلباز نمیبینی. من از کودکی با ارمنی ها آشنایی داشتم. یک یهودی ندیدی تو که ایرانی باشه به ایران خیانت کرده باشه. فروغی یهودی است، وقتی رضا شاه رو بیرون میکنن محمد رضا شاه میذاره جاش. ایلقانیان یهودی است، ایران رو ساخت. یهودیایی که در ایران بودن از همه شما دیگران مسلمان ها میهن پرستر بودن تا به امروز. آمریکا هم که رفتن موسیقی و فرهنگ ایران رو نگه داشتن اونجا، یک خیانت نکردم. الان هم به میهنشون وفادارن. ما باید از اینها بیاموزیم. اسلام به ما چیزی نداره که بگه بیاموزیم ازش، هیچ چیز. بیاموز از زرتشتی، بیاموز از بهایی، بیاموز از ارمنی، بیاموز از یهودی. فر و شکوه و بزرگی و علم و دانش و پیشرفت جهان و میهنت رو عزیزان من. و ما یک لیست داریم 50 نفر پیام‌آوران خرد. این 50 نفر پیام‌آوران خرد کسانی هستند که بین اونها خودشون امکان داره با هم دعوا کنن، ولی سیاوش اوستا این 50 نفر رو به جهان معرفی کرده به عنوان پیام‌آوران خرد. اگر خودشون داخل با هم اختلافاتی دارن از نظر فکری، ولی من اینها رو پیام‌آور خرد میدونم. این 50 نفر پیام‌آور خرد رو شما وظیفتون اینه که فقط حرفای اینا رو منتشر کنید، نه اینکه بیان حرفای حسن خمینی رو منتشر کنید، حرفای رئیسی رو، هم حرفای زاکانی رو. فردا از اینا از این دکونه براتون زیاد اینا ول کنید، اصلا بذارید تو توفاله، مطرحشون نکنید. 50 نفر پیام‌آوران خرد اسمشون در تقویم 7000 ساله آریه میترایی هست، ایران7000.com میرید دانلودش میکنید، یا من همینجا براتون خواهم فرستاد که بعد بتونید دانلود کنید. به همراه چند کتاب بهتون هدیه میدم، هم دستم اینجا میتونید بعدا بگیرید از همین صفحه و اینها رو روزانه پخش کنید، یعنی آگاهی بخشی کنید. اگر میخواین ایران آزاد بشه باید آگاهی بخش کنید. اگر میخواین بیافتین به حاشیه، همونطور که ادمین عزیز به من گفت موقع گفت ما رو به حاشیه نندازن، همه ما رو انداختن تو حاشیه.
همه ما از صبح که بیدار میشیم تا شب تو باقالی هستیم. به من روزی 50 تا تلفن میشه، من دوتاشم جواب نمیدم، پیغام میذاره ببینم کارش چیه، بعد بهش زنگ میزنم. اگر این هست که میخواد من ببره تو حاشیه، میگم آقا کتاب فلان ما نوشتیم 40 سال پیش، برو بخون. 30 سال پیش نوشتم خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد. میخوای بفهمی روحانیت کیه، خدا چیه، 124 هزار تا پیغمبر، این چرندیات چیه، برو 60 صفحه کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد بخون. حالا من بیام دوباره برای اینا وقتمو بگذارم که بخوام، اینا میخوان وقت منو بکشن، وقت تو رو میخوان بکشن. اینها همون سادات تازی هستن، دشمنان که با نام پرسش و بچه. ولی اینجا خردمندانه است. شما چند سوال از من کردید، سوالات خردمندانه و پیداست که گروهی خردمند فرهیخته این جمع و این گروه داره میگردنه. ولی یادتون نره یک انتقاد بزرگی که من به شما دارم اینه که در روز 2-3 هزار تا پیک میاد روی این صفحه، هیچ کس نمیتونه همون رو بکنه، همون هم برای که شما بزن سر کار که از دروغ‌ها و خرافات اسلام فارغ بشید. شما فقط بگید آقا اینجا میاد دروغ‌ها و خرافات اسلام رو بگید. یادتون نره بچه‌ها، آزادی تحمل عقیده مخالف، ولی نه اینکه آزادی یعنی تحمل قتل و کشتار و فساد و جاهلیت. یکی میخواد با جاهلیت بیاد به تو بگه آقا ما مسلمانم دارم، آقا اصلا من نفیه قتل هیتلر قابل دفاع نیست، بدتر از هیتلر اینا با ما کردن. هیتلر رو در اروپا در همین پاریس من کسی اسمشو بیاره جرم محسوب میشه. شما باید این پایه و ریشه بذارید، نه به جرم دفاع. آقا آزادی این تحمل عقیده مخالف، مگه شما میکنید تحمل عقیده ما با اسلام هیچ کاری نداریم بچه ها. شما میخواین نسلتون روشن بشه، مردم آگاه بشن، فردا ایرانی دیگر داشته باشیم، بایستی اصلا به اسلام نپردازید، نه این سرتون رو کلاه بذارن بند بکنن که علی و محمد و تقی و بعدم فردا به نام کوروش و کیوان و اوستا بیان به شما بخوام آقا این که این سوالش اونه که این آیه قرآن که اینو گفته که اون اونه گفته که آقا اون تاریخ طبری رو که اون رد کرده که بریزید تو سطل آشغال. شما باید توسن اسب رخش زرین خردگرایی مبارزه با دروغ و خرافات رو پیش ببرید، به هیچ عنوان وارد بازی تازیان حاکم نشید، سادات تازی حاکم نشید. اینا یک لشکر سایبری دارن که میان سرتون علیکی برمان. شما خرد رو پخشش کنید، حرفای کسروی رو بیان پخش کنید، حرفای صادق هدایت رو بیاد پخش کنید، حرفای دکتر کوروش آریامنش رو بیاد پخش کنید، حرفای شجاع‌الدین شفیع رو بیاد پخش کنید، حرفای همه این بزرگ رضا فاضلی رو بیاد هر روز کاراشو بذارید پخش کنید. سیاوش اوستا براتون 120 جلد کتاب به برنامه تلویزیون ما حتی به زبان فرانسه، فارسی، عربی هم داری. اعراب بسیاری الان سر عقل اومدن، اعراب. شما اینها رو پخش کنید، نه این وارد بازی اسلام بشید. اسلام قابل دفاع نیست، هر کی از اسلام خواست دفاع کنه بگو برو توی 5 تا کتاب بخون بعد بیا. اینو خوب گوش کنید بچه‌ها، کسی اومد مسلمان بود خواست از اسلام دفاع کنه، 5 تا کتاب میگید بره بخونی بیاد. از کتابای من با خدا رقصیدم، الله اکبر، اسلام شناسی دکتر انصاری، سنجش افکار و اندیشه های ایرانی با تازی دکتر کوروش آریامنش، بهش بگین آقا ما با مسلمان اصلا بحث نداریم، وقتتون رو علکی هدر نکنید بچه ها، با اسلام و مسلمانی ما بحث نداریم. یه حزبیست که از هر در بیاد تو میخواد تو رو بکشه، از هر درش بیاد تو رو میخواد بکشه، ملحدی تو، کافری تو، ماش کاری نداریم ما. چه باید مسلمان بگه آقا برو کتاب رو بخون، خوندی امتحان ازش بگین، اگه خونده بعد این توی صفحه اجازه داره چیزی بنویسه. میبوسم اتون. اینو من بهتون بگم بچه ها، میلیاردها دلار در ماه خرج میشه، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی اینا سرمایه گذاری میکنن که ما رو بزنن سر کار. 14 قرن ما رو گذاشتن سر کار و نیکسون از شاه حمایت میکنه، شاه رو مقتدر میکنه. نیکسون اول با ایران گیت دابود میکنن با پول عربستان سعودی و بعدم ایران همین تا الان هر کار دارن میکنن، پروژه ای که پل اعتمال نوشته. به همین دلیل شوایتون داره، مثل دولت آقای روحانی، دولت ایشون تماما با پول اون اومد روی کار عربستان سعودی. اونور مشتی خر باز با پول عرب. خامنه ای هم مدافع عربستان سعودی، یادتون نره ها، خامنه ای هم مدافع عربستان سعودی است، ولی این خر است. او خردمند خودش نشون میده که نیست، دوتاشون سر ته یک حرف هستن. اینو گول نخورید بچه ها، میاد فوش میده به عربا و اینا، اینا دروغه، به تازیان البته، عربستان سعودی. اونها برای اینکه بر جهان حکومت کنن
بر جهان ایران هم نقش مهمی داره، باید ایران تا به ابد ذلیل و پست و اینا باشه. من وقتی که راشا تودی تلویزیون رسمی از روسیه با من مصاحبه کرد به خاطر سال روز انقلاب، برای نخستین بار اونجا گفتم نحن نفتخر، من گفتم ما افتخار میکنیم که بگن ما پلیس سه منطقه بودیم، ژاندارم خلیج، قدرت ما رو نشون میداد، قدرت ما رو گرفتن، ما رو پوچ کردن، ما رو هیچ کردن. هر دو جناح هم یکی هستن، خامنه ای و روحانی هر دو تا مزدوران تازیان هستن. همین الان میگی نه چرا جلو حج رو نمیگیرن؟ هر وقت میرن حج چند صد نفر کشته میشه ایرانی و دخترای ما رو میدزدن از توی حج. آقای اکبر عبدی هنرپیشه گفت دختر خود منو میخواستن بدزدن و همون یاری که مسئول حج ایرانی میخواست دختر عبدی رو بفروشه به طلا، عبدی اینو گفت. تا این حد پستی رو ایرانی نباید تحمل کنه. گول نخورید بچه ها، گول نخورید. اسلام گرایی دیگه الان چون حکومتی شده خیلی راحت تر میشه باهاش مبارزه کرد. ما با اسلام گرایی باید مبارزه کنیم، اما این مبارزه ما مسلحانه نیست. یعنی من سیاوش اوستا به هیچ عنوان مبارزه مسلحانه رو تجویز نمی کنم. حتی روزهای نخست انقلاب هم که آره مبارزه بایستی فرهنگی ولی جدی باشه. یعنی شما بایستی تاکتیک های مبارزه رو انتخاب کنید، نه که بذارید اونها براتون انتخاب کنن. همونطور که عرض کردم به هیچ عنوان وارد بازی مسلمانه نباید بشین که میان روی صفحاتتون حالا با نام آریامهر هم امکان داره بیان اوستا و فلان ببینید در اومده شال روز سرکار شما بهش نپردازید. اما بایستی روشنگری کنید. با روشنگری میشه کار کرد. باید مردم رو دوباره برگردونیم به کتاب خونی، به جایی که توییت بخونن، توییت پیکای کوچک. بایستی ریشه ای تا ریش ببینید، این نکته بسیار مهمه. اگر ریشه ای مردم ما آگاه نشن، یعنی آزادی بعد از آگاهیه. اگر الان آزادی باشه، آزادی تمام باشه، اونی که پول بیشتری داره میاد برنده میشه، استعمار نوین هست، پولش زیاده میاد برنده. مثل همین الان تمام رسانه های ما داخل و خارج، تمام رسانه ما یا جهل تازیست یا ذکاوت تازیست به نفع اسلام. این وسط ندارید دومی، اینو باید متوجه بشید. اگر ما شیوه درست مبارزاتی رو نتونیم پیدا بکنیم و بازیچه جهل یا ذکاوت تازیان بشیم، تازیان حاکم برمیان، ما با اعراب و تازیان و سیدهایی که با ما کاری ندارن کاری نداریم. من میگم سادات تازی حاکم. خیلی از بچه که الان من میشناسن، خیلی از بهترین دوستان من سیدن، بچه تو سینما، تو تئاتر، توی سیاست، ولی اینا همه سیدی خودشون گذاشتن، اینا وارد این رنسانس نوین خردگرایی جهانی شدن. اما خیلیا هستن نقش جاسوس تشکیلاتی اونا رو بازی میکنن، اونا باید در دام اونها بیفتیم. پس روشنگری بایستی بکنیم و کتاب بگیم بخونن، و همین کتاب های 50 نفر پیام‌آوران خرد، اونهایی هم که کتاب ندارن مثل رضا فاضلی، برنامه های تلویزیونشون باید ما روزانه پخش کنیم. نه اینکه پیک پیک کار بسیار غلط و بدی. بعد برای اینکه این روش و شیوه مبارزه ادامه پیدا بکنه، من همیشه توصیه کردم که از خطر بایستی پرهیز کنید. یعنی مبارزه مسلحانه نباید بکنید. دیپلماسی نبرد رو بایستی بلد باشید. ذکاوت و سیاست و کیاست مبارزه رو باید بلد باشید. مثلا دارم به شما میگم، شما میخواین از جنایات تازیان و سادات تازی در ایران بگید، هی بیاد دیگه تاریخ طبری رو گفت، اون گفت بیاد دیگه تاریخ طبری رو، آقا از آیت الله جزیری رو بیان مرتب پخش کن، بگی شوری که آیت اللهیه، تا وقتی هم مرد مورد احترام همه روحانیت. بیاد حرفای آقای کمال حیدری رو، اسلام رو، قرآن رو، همه رو نقد کرد، بیاد اینا رو پخش کنید مرتب، یه دقیقه شما تا یکی یک حرف بهت میزنه، تو لازم نیست که گوش کنید. مثلا بنی صدر میاد توی صفحه ما داریم در گفتگو، هر از چندی در گفتگو میاد بنی صدر با نام بچه خواهرش یک لگد میزنه به شاهان ایران، مثلا رضا شاه یا محمد رضا شاه. آقا بحث اصلا بحث رضا شاه نیست، میاد یه لگد میزنه. چرا؟ چون
رضا شاه دکان پدر بزرگش رو آیت الله صدرالدین و دکان بابای خودش رو بسته، عقده ای تاریخی بدن سیده، این سیده ای میخواد سادات حاکم باشن، میگه تازه انقلاب اسلام میگه نکرده به من، من بنی صدر رو مثال میزنم دو شما یاد بگیر. حالا برای بنی صدر تو بیای باش بحث کنی، فایده نداره بحث کن. یک عکسی که داره دست خمینی رو ماچ میکنه منتشر میکنه میذاری اونجا، تموم شده رفت. این نیکسونی که من الان برای شما فرستادم که نیکسون رو سرنگون میکنن در واترگیت به خاطر که هوادار شاهه، و بعد خود اینها اسناد انگلیس میگه که ما عربستان سعودی رو باشی در برابر ایران شاه کنیم، چون شاه در ایران تاغیست به ما، عربستان سعودی مطیع ماست. کاری که آقای ترامپ کرد، ترامپ روز اولی که اومد قرار بود ایران رو آزاد کنه، ولی رفت تا پول عربستان سعودی بود ایران رو تثبیتش کرد. بقیه رئیس جمهور هم همینطور. یادتون نره الان سه تا اسلام در جهان حاکمه، سه تا در اصل با هم متحدن بچه ها، فکر نکنی اونا با هم درگیرن، در ریشه اسلامی با هم متحدن. یکی اسلام سعودی است، یکی اسلام ترکیه است، یکی اسلام جمهوری اسلامی است. این سه تا در اصل با هم متحدن. به خاطر همین روی قضیه قره‌باغ اولیا شما دیدید جمهوری اسلامی همون حرفی رو زد که عربستان زده بود، همون کاری رو تایید کرد که ترکیه کرده بود. این نمونه است. اونها میگن اسلام، الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه، حتی بچه‌هاشون هم قربانی میکنن. پس شما مهربان یاران باید روشنگری کنین و از خود اینها بیان استفاده کنین، بزنین تو گوش اینا، گول نخورین، تو تله شما رو نندازن. به جایی که بیان کتاب دکتر مسعود انصاری رو، صحبتای تکه تکه شده رضا فاضلی رو هی پخش کنین تو همین مثلا صفحه و صفحات دیگه، هی شما بخواین با یک حزب الله، یک سید تازی سادات که با افتخار اسم خودش رو تازه نگه داشته، غلام علی، عبد حسین، عبد یعنی برده، غلام یعنی کسی که باش لواط میکنن، از قلمه میاد، واژه قلمه در آیین اوستا شرح دادم، قلمه و قلمان که در قرآن استفاده میشه یعنی باش لواط میکنن. اینا بچهای ما رو، پسر بچهای ما رو، غلام بچه باشون لواط میکردن، گفتن غلام علی، غلام حسین، یعنی این بون بر. خب اینا که اسمای اینجوری، حالا بعضی وقتا عبدش ور میدارن، غلامش ور میدارن، ولی با شما ایرانی هست باید اسم ایرانی. کجا دیدید که یک یهودی بیاد اسم بچهش بذاره آیشمن یا بذاره هیتلر؟ تمام پره. اگر طرف اینقدر ابلهه که هنوز به این مرحله نرسیده که اسمشو باید عوض کنه، و خیلی هم اسمشون عوض میکنن میان در ضدیت شما کار میکنن، شما اونا باید حواستون جمع باشه، یا به اسمش نباید نگاه کنید، به فکرش باید نگاه کنید. خب اگر کسان اینگونه هستن باز ما خیلی خراب، و اگر بچه ها درست و عقلی مبارزه نکنیم، اینها روز به روز همطور که تا حالا شده به خاطری که سرنخ مبارزه دستشون هست، اینا مقتدرتر میشن. الان شما فکر نکنید که با رئیسی بیاد رئیس جمهور بشه اینا ضعیفتر میشن، اینا خیلی مقتدرتر میشن. من بدون تعارف به شما سخن میگم، من 40 سال پیش که وارد پاریس شدم اینها میگفتن آقا 2 روز دیگه این رژیم میفته، من صداشون زدم اون رئیساشون، گفتم آقا این دست کم 10 سال دیگه نمیمونن، رؤسای این گروه ها موجود هستن الان. گفتم نباید اینجوری بگید، باید بگید اینا 10 سال دیگه میمونن اگه ما خوب مبارزه نکنیم. 10 سال شد 40 سال. الان من به شما بگم اگه ما بفتیم تو بازی اینا که بیایم زاکانی چی گفت، اون چی گفت، آتیش زدن اون رو، رئیسی رو چیکار کردن، 40 سال دیگه میمونن. ما باید ریشه تفکر سادات تازی، سادات تازی، سادات تازی اجازه نداره در ایران بره تو خونه تو بشینه، تو حلبی آباد زندگی کنی. این فیلم خودشون ساختن، این فیلم خودشون ساختن، شما هر روز منتشرش کنید، من اینجا براتون بخششو میذارم، شما منتشرش کنید هر روز. آقا دخترای ما رو بردن به عنوان جهیزیه، میدوستیدن میبردن، تمام مردای شهر نیشابور میکشن، قتل عام میکنن، فقط زنا رو نگه میدارن. اینا حرفای خودشونه، باید روز بریز اینا رو بگین پخش کنین، نه که تو تله این بیافتین که آقا چون آزادی یعنی تحمل عقیده مخالف هم میخوام با شما بحث میکنم. نه با اینا بحث نداره، یارو که اومده تو رو میخواد بکشه هدفش کشتنه توی بدبخت، این رو بفهم، با تو نمیخواد بحث کنه که کجا این مسلمان نشسته. بچه های صاف ساده خب هم بهشون کار ندارم، بچه های صاف ساده حزب اللهی، بسیجی، سپاهی، حتی من مخلصشون هستم، از این بچه ها بسیار به شما پیوستم، تا این سالها بسیاری از این بچه های صاف و صادق وطن پرست به شما پیوستن، اگر سید بودن، اگر عرب بودن، ولی اونایی که رفتن بالا قدرت یا رو گرفته، شما متحری گوریل رو چجوری میتونی از بالا بیاری پایین؟
میلیارد ها در سال داره میگیره به خاطر دکون باباش مرتضی مطهری. حسن خمینی تو چجوری میتونی بره تو صف خودت بکنی 72 میلیارد در سال داره میگیره، امامزاده داره فلان داره فلان داره، این حرمزاده ها که با بحث مینا نمیان، بعد شما میشین مبلغ اونها، میاد چرندیات اونها رو ضد پسر عموهاشون مطرح میکنین، همه با هم پسر عموان. همه سادات توی ایران که شما میبینین جدا از این که از زمان بنی هاشم و عبد مناف و محمد با هم فامیل بودن، الان هم با هم فامیلن. الان اینا دختر بوده از او گرفته مطهری، الان با خانواده مطهری، با خانواده لاریجانی وصلت کردن، خویشاوندن. خانواده های صدر با خانواده های خامنه‌ای، حداد عادل، خاتمی، محمد خاتمی، همین که میگن با هم، با خود خمینی، همه با هم فامیلن. اینها سازمان یافته تشکیلاتی کار میکنن. شما تشکیلاتی کار نمیکنید، شما دو نفرتون نمیتونید تشکیلاتی بشید. شما الان فردا این همه ما حرف زدیم، خیلی منتقد میاد، سادات تازی فراوان میان الان به این حرفا انتقاد قبول ندارن، ریشاشون رو داریم میزنیم. اجازه سخن گفتن دشمن من نداره، اون کسی که شمشیر رو گذاشته اینجای من، من مسلمون کرده، کشته ما رو، ما رو مسلمون، ما بیره بحث نداریم. بحث آزاد که با دشمنی که قدار بند الان میخواد تو بگوشه که نداری که. یعنی چی بحث آزاد؟ نمونهش بحث آزاد خودشون تو تلویزیون برای انتخابات از روز اول تا الان به درد مردم. شما بایستی راه نشر فرهنگ و اندیشه آریایی ایرانی رو تقویت کنید. آها مهم، از واژه آریا و آریایی نترسید بچه ها، هر روز این استفاده کنید. آریایی نجات پرستی نیست، ما با نجات پرستی هزاران سالی که مخالفیم، از همون زمان ایلامیان که همه ادیان، بعد در زمان کوروش بزرگ که همه ادیان اونجا آزاد بودن، همه انسان ها، همه تبارها، 140 تا کشور توی امپراتوری بزرگ ما زندگی میکردن، ما مدافع همه نژادها و تبارها و اینا بودیم. ولی الان نژاد خاصی وجود نداره که بگیم این نژاد برتر بر از اون نژاده، قاطی شدن همه و ما با نژاد پرستی کاملا مخالفیم. اما وقتی میگیم آریایی، اون حرامزاده هیتلر که سخنی گفت، شما نباید کسی فکر کنه هیتلر ابله نادان، هیچ هم نمیدونست. ما وقتی میگیم آریایی، آریایی یعنی مو ایرانی، یعنی ایلامی، یعنی آرمنی. آرمنی هم همین یک ریشه است، ولی همونطوری که مثلا آب رو یه جا میگن او، مثل فرانسوی میگن او، تو شمال ما میگن او، جای دیگه او، اینم هم همینه. آریایی یعنی انسان پاک و آزاده و پاکندیش، اصلا تبار قوم هم نیست. برای همینه که از قدیم اسم ما آریایی بوده. الان کاری کردن همه شما میترسین از آریایی اسم ببرید، خب ترسوندنتون، عقب نشستید. طرف شعر گفته در مورد آریا، میترسه پخشش کنه. باید اینم تقویت کنید، آریایی یعنی حکومت ایلامیان 7000 سال پیش، تمدن 7000 سال پیش، جراحی، پزشکی، موسیقی و غیره. بعدم خیلی ساده و آسونه اصول دین و فروع دین شما. شما روز به روز به جایی که به این سلام علیکم، سلام علیکم، فارسی، فارسی اولا میگید، فارسی از این وقت زمان خود درک میزنی، اسم خود درک میکنی، و بعد سپاسی که شما میگید، سپاس یعنی سه تا چیز رو ما پاس میداریم تا میاییم و میریم و هر کار میکنم من میگیم سپاس. یعنی ما پاسدار سه چیز هست. اون سه چیز چیه؟ نیکی در پندار، گفتار و کردار. ما اصول دین، فروع دین، واجبات، مستحبات، همه ما همینه. ما نیکی در پندار، نیکی در گفتار، نیکی در کردار و پاس میداریم این سه تا رو، میگیم سپاس. و نبرد دائم با تفکر و اندیشه سادات تازی حاکم بر ایران. ما با سادات معمولی کاری با ما نداریم. شعبانه اون سادات خودش مشکلی نداریم که شعبانه عشق ماست. تازه عرضم کردم ایشون از سیدای عربی نیستین، سیادت خریدن، مثل خیلی که سیادت خریدن. ما با هر سیدی و هر عربی مخالف نیستیم که، رفیقای ما خیلی سادات هم باشون مخالفی ندارم که. اونایی که حاکمن و از حاکمیت دفاع میکنن، تمام این بچه هایی که دانسته ندانسته تو لشکر سایبری دشمن هستن، از سادات تازی دفاع میکنن، اصلا اینو بحث نکنید، فایده نداره. بهشون میگین بره کتابه رو بخونه. وقتی کتابه رو خوند، اگر امتحان داد بهتون دیدی خونده واقعا، اینا اصلا کفر میدونن، اینا اصلا میدونن حق چیه باطل چیه، ولی اومدن توی مملکت، مملکت رو داغون کنن چون تاریخا با ما مخالفن.
آینده ایران بسیار آینده درخشان و نوید بخشی است. یعنی نسل پنجم، من معتقدم که هر 10 سال نسل عوض میشه. نسل پنجم ما که وارد میدان بشه، بدانید که هیچی از آنچه امروز برای ما ساختن باقی نخواهد بود. البته اگر شما کارتون رو درست انجام بدید، یعنی کار خردگرایی و روشنگری رو دنبال کنیم و به تک تک خونه ها برسونیم. به ویژه من بر این باورم که بانوان سرزمین اهورای ما که از هزارهای کهن نقش بسیار مهمی در سرنوشت میهن داشتند، امروزه نیز بانوان ما، دختران آریایی، پرچمداران این آزادی و رهایی خواهند بود. بدین رو من آینده بسیار درخشان و زیبا و خوب و پر افتخاری رو برای سرزمین اهورایی خودمون میبینم، یعنی خوابش رو دیدم و بهش حتما میرسیم. اما دنباله پرسش شما که آیا با شیوه عملکرد فعلی مردم و اپوزیسیون موافق هستم یا نه، شما اگر توجه کرده باشید به این چند دقیقه که با شما مهربان یاران بودم و سخن گفتم، پاسخ منفی است. یعنی نه ما یک اپوزیسیون خوبی داریم و نه ما مردم آگاهی داریم، تعارف نداریم، شوخی نداریم. حتی مردم ما، مردم عوام عادی، میلیون ها نفر، اینا یادتون نره همیشه همه جای تاریخ بوده که مردم به اونهایی که تریبون دستشونه، امکانات دستشونه نگاه میکنن. بیشتر مردم دنبال رو هستن. شوربختانه الان تازیان در گوشت و پوست و خون سرزمین ما نفوذ کردن و به ویژه با این پول حج که میلیاردها دلار در سال هست، میلیاردها دلار، اینا از همون موقع زمان پادشاه با همون پول حج مهدیه کافی رو ساختند و حسینی ارشاد رو. این دو در تأیید همین سخنان من هست که اسلام هر جورش باعث بدبختی است. چه اسلام کافی باشه، شاید شما جوانها یادتون نباشه، ندونین اسلام مهدویه شیخ احمد کافی یعنی چه. همین داد و فریادایی که اراذل اوباش مثل احمدی نژاد اینها میزنن در رابطه با امام زمان و مزخرفات که اصلش سوشیان تاریایی ماست که اینها گرفتن، ولی سوشیان تاریایی ما بابک خرم‌دینه، مهدی ما بابک های خرمدین، رضا شاه هست سوسیان و بابک خرمدین ما. حالا اون احمد کافی رو در جنوب ساختن در خیابان امیریه تهران که هی میمد دکونا رو میخرید و بس میداد سر حسینیه مهدیه خودش به اصطلاح، و توده مردم رو خر در قداست کرد، خر در دیانت تازی کرد. شمال تهران اومدن باز حسینی ارشاد رو ساختن، حسین ارشاد رو که افرادی مثل مطهری پلید و علی شریعتی دروغگو و فریبکار، که من در رابطه با علی شریعتی یک کتاب دارم توصیه میکنم به رایگان دانلود کنید بخونید، فریب بزرگ، اومدن اونجا حسین ارشاد ساختن، کچلوار کرواتی ها رو اونجا مذهبی کردن، پابرهنه ها رو تو جنوب، و بعد انقلاب ایران را آفریدن. الان این مسئله در ایران رایج هست، یعنی الان هم این دوتا شیوه رو با پول چی رو ساختن؟ ساواک هم آقای پرویز ثابتی نوشته که ما یهو نفهمیدیم این پولا کجا میومد. پولا رو عربستان سعودی از همین حج میده، حج نه که از خودش از جده و عربستان بفرسته، تو خود داخل ایران هزاران آژانس دارید که شما فقط کار حج انجام میده و بعد سردمدارانش از وزیرش میخواد باشه تا چه، اینا نوکره اونن، نوکر اونها. فقط دستگی داره که 10-20% از پول چند میلیاردی که در سال از حج میگیره از ایران خرج داخل کشور بکنه. الان هم کاری که الان هم داره میکنه، الان هم با همون پولی که شما رو گذاشتن سر کار میبرن تو حاشیه بالشگر سایبری و دعواهایی که خودشون میآفرینن، جنگای داخلی که خودشون واسه مهمتر نمیذارن ما قهرمان داشته باشیم. ما قهرمان نداریم، اگر کسی میاد قهرمان میشه فوری نابودش میکنن. آقا سلطان سلیم کیه رو توی حریم سلطان تو ترکیه، یارو یک آدم بدترکیب زشتی بوده، خونخوار، جنایتکار، کباب میکرده آدم ها رو میخورده، میان فیلم میسازن چقدر خوب نشونش میدن، یا فیلم میسازن فیلم محمد رسول الله مصطفی العقاد میسازه میلیون ها دلار خرج میکنن، یا خود محمد بن سلمان الان شهر نیوم رو داره میسازه، شهر کاملا دیجیتالی در عربستان سعودی، چه برای خودشون چه کارا میکنن میسازن، علی ما تا یه قهرمان داریم داوغنش میکنن. آقا یارو قهرمان کجا بودی؟ تو جنایتکار بودیم، جهانی بود بچه‌ها فلان اینا.
شما این قهرمان کشی رو باید بدونید کار دشمنه. شما یه قهرمان هم ندارید، خوب گوش کنید، برای پیروزی یک انقلاب یک جنبش باید قهرمان بسازید، باید الکی هم که شده یک قهرمان بسازید، کاری که ترکیه کرد و الان خودشو به کجا کشوند، کاری که تمام کشورهای دنیا میکنن. آقا قهرمان ندارن توی جنگاشون، چقدر قهرمان میسازن؟ ما چقدر نابود شدیم تو جنگ ایران عراق، بچه های ما رو زدن کشتن، تکی تکی کردن. جهان عرب اون کاری کرد، جنگ صدام حسین با ایران جنگی بود که جهان عرب با ما جنگید، جهان عرب به اون پول میداد، حتی عرفات، حتی سوریه حافظ اسد، حتی قذافی که به ظاهر میگفتن ما با ایرانیم ولی به ایران یک تفنگ هم ندادن. اسرائیل اومد، آری بن مناشه رفیق من الان در کانادا است، باش مصاحبه دارم، گوش کنید روی اینترنت. آری بن مناشه از طریق اسرائیل اومد و به ایران اسلحه داد، خودش رفت یه سال زندان در امریکا که ایران تونست در برابر تازیه وایسه. متوجه میشین؟ بعد تمام دشمنی های ما با ایران کار عربستان سعودی و تازیان منطقه است. تمام این حرامزاده های تازیه حاکم بر ایران همشون آدرس عوضی میدم، یعنی آقا کار اسرائیل، اسرائیل آقا اسرائیل یک قرون به کسی پول نمیده، خوشحال میشه وقتی میده دشمناشو میزنن فلان اوکی، ولی یک قرون به کسی پول نمیده. صد بارم گفته من حاضرم دست دوستی دراز بکنم. اینا هر چی خوردن تا حالا، هر چی سرداراشون کشته شده، در جنگ ایران عراق آدم کشته شد، هر چی شده عربستان سعودی و دیگر تازیان منطقه کردن، اینا میگن اسرائیل کرده. آدرس عوضی میدن. چرا آدرس عوضی میدن؟ این رو داشته باشید به عنوان برترین سند و هر روز اینو بگید توجه. چرا آدرس عوضی میدن؟ چون اینا پسر عموی اونا هستن، از عبد مناف هستن، بنی هاشم و عبد شمس، وسطشون هم خون بودی، دوتا از هم جدا کردن، خون وسطشون هست ولی با هم متحدن. سر جاش که برسه ایرانی باید قتل عام بشه، عربه باید بمونه، عربه علی خامنه‌ای باشه، رئیسی باشه، خاتمی باشه، میر حسین موسوی باشه. اینو بفهمید بچه ها و بفهمانید این رو بچه های عزیزم، چون میدونم بچه های ما رو میشنون اینجا که به اصطلاح سبزی هستن و موسوی اینا. یه رازی رو میخوام بهتون بگم بچه ها، ببینید دوستتون دارم، میخوام هدایت بشید. یه رازی میخوام بدون. اولا که همونطور که کلیت اعراب با هم پسرمو هستن، بنی امیه، بنی عباس، علویان، اینا همه فرزندان عبد مناف هستن، همشون با هم معاویه، یزید با حسن، حسین، علی، اینا پسرمو هستن، الان هم همه اینا با هم فامیلن. میر حسین موسوی خامنه فامیل علی خامنه است و میر حسین موسوی، برید تاریخ رو بخونید تو تاریخ معاصرتون، این هر 7 تا وزارتخونه تعهد داد که میده به علی خامنه که اون تصمیم بگیره برای وزراش، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت ارشاد و الاخر. 7 تا میر حسین موسوی مون. ولی یهو جورج سوروس وارد چیز شد از این قضیه، یعنی گورج سایروس، نظم نوین جهانی کنونی است، همین بیل گیت و بزوس و اینا همه تو این هستن، تو این نظم نوین جهانی، چون دیگه همه چیز دارم پوله. من برنامه تلویزیون من ببینید اینا بر شرط دادم. خب اینا وارد بازی شده که تنش و جنگی در ایران آفریده بشه، چون هرچی جنگ باشه اونا اسلحه میفروشن بیشتر سود میکنن. و خلاصه اون اتفاق افتاد که اینا احمدی نژاد رو تقلب گذاشتن، بعد سرکوب داخلی، باز این رژیم منفور، باز این رژیم مجبور میشه جنگ رو در داخل و خارج و سوریه و یمن و اینا ادامه بده، اونا پولاشون رو بسازن. وگرنه میر حسین موسوی میان اختلاف داشته با خامنه‌ای، وقتی رسیم این مزخرفات، یعنی چی؟ با هم رفیقن، فامیلن، اون هر کسی با هر کسی اختلاف داره. همین اینجا شما با خواهرت، با مادرت، با پدرت تو خونه داری بحث میکنی، اختلاف داری، داره همدیگر که نمیکشید. میر حسین موسوی بس یه بازی بود بچه‌ها. کروبی رو من در جریانم، کروبی از مجلس حکومت کنار، قرار بود با 50 نفر بره امریکا، ویزام براشون صادر شد که برن امریکا که همشون با چمدونای دلار و حساب اینا برگردن بشن مهره امریکا در ایران. ولی کروبی اسم 3-4 نفر که باهاشون خواستن برن، اینا از بچهای دانشجویان خط ایمان بودن که به سفارت حمله کرده بودن اون موقع. آمریکا گفت آقا 5-4 رو بردار نیام، چون اینجا بیان پرونده دارن میگیرنشون، دچار دردسر میشه. اون بر نداشت، نرفت. وقتی نرفت کروبیر جور دیگه، این آقای محسن
هاشمی تو صحبت‌های خصوصیش با نیک آهنگ کوثر میگه. به گونه دیگه اینا تقویت کردن که تنشا را فریدن. یعنی یادتون نره اینا هم همه بازیست، بازی های جناح های انتخابات و میراث اینا، اینا همه یکی هم. همه فقط نابودی ایران میخوان. اینا باید همیشه در حال جنگ باشه، در حال شورش باشه، در حال ناآرامی باشه تا اینا بهره‌های خودشونو ببرن. ولی اینا همشون با هم فامیل هستن عزیزان من، فامیل هستن، الان هم همه هم فامیل هستن. شما گول اینا رو نخورید به هیچ عنوان. نه یعنی حالا سبز رو من به شما بگم، مگه نمیگن حال این میر حسین موسوی سبز هاست؟ این خارج یکی نگرفتن سبز ها رو. خوب گوش کنین اینا، از آتش هم یه لجن. بعد خداشون اون الله میگه آقا برو تو آدم ها رو منحرف کن، ما آخرش رو با همه اونا میندازیم تو جهنم بسوزیم. او یه آتش بیچاره، آتش. یعنی ببینید از نظر فلسفی که سهله، به یک بچه کوچیک الان بگی میفهمه که یارو شعور نداره، درک نداره، فهم نداره. اون از الله اکبرش، این از ابلیسش و این از لا اله الا الله. هیچ بوتی نیست لا اله. اله یعنی بوت، الا الله. الله یعنی چی؟ یعنی بوت من. الله همون الهی که حرف تعریف الف لام گرفته. با اینها بایستی ما این سخنان اندیشه کنیم. هیچ هم رازیم نیست زود عصبانی بشن برخی از بچه ها. هر کدوم از این جمله ها و واژه ها رو بایستی بشینید ساعت ها اندیشه کنید، رو کاغذ بنویسید، گوش کنید. یک بار دیگه میخوام به آقایتون برسم که انقلاب رو ما نکردیم. انقلاب سیاه کار استعمار بود، استعمار روس و انگلیس با کمک تازیان منطقه محمد رضا شاه رو سرنگون کرد. برای درک صحیح این مسئله بارها سیاوش اوستا صحبت کرده، اسرار مگوی بسیار رو به شما گفتم و فقط توجه شما یک بار دیگه در ابتدای برنامه به سخنانی که و برنامه و پروژه‌ای که نیکسون برای ایران داشت و بعد انگلستان با این پروژه مخالفت میکنه، بعد انگلستان میگه شاه نبایستی مقتدر باشه در منطقه و جهان و عربستان رو میخواد قدرت بده. این رو ببینید و بشنوید. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. نکته دیگه که بایستی توجه بکنید اون اینه که ببینید فیلم دوم رو بشنوید که چرا محمد رضا شاه باید سرنگون بشه. پادشاهی که داره به عظمت و شوکت ایران میاندیشه و قاطع میگه ما دیگه نفتمون رو به کنسرسیون انگلیس نمیدیم، به ما خیانت کردن تا این سالا و ما به اینها نفت نمیدیم. این رو ببینید، خواهش میکنم. قرارداد نفت خود را با کنسرسیون در سال 1979 به سرد امروز. خب ارموز چیدها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهی چیدها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv